روند تکاملی انرژی از زغال سنگ به انرژی‌های همچون انرژی خورشیدی در ایالات متحده آمریکا رو به گسترش است. این هفته گرتا ونساسترن در برنامه پلاگد این در گفتگو با کارشناسان و نیز وزرای کنونی و پیشین انرژی آمریکا آینده انرژی آمریکا را زیر ضربین گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش الیزابت چرنوف. از توربین‌های بادی تا پانل‌های خورشیدی، توانایی بالقوه انرژی آمریکا هر روزه در حال گسترش است. علی‌رغم انرژی‌های جایگزین پاک، آمار سال 2017 نشان می‌دهد که هنوز انرژی‌های فسیلی همچون زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در عرصه انرژی آمریکا بازی می‌کنند و نزدیک به 80% مصرف انرژی را در بر می‌گیرند. چگونگی مهار و ذخیره انرژی های باقی مانده سوال اصلی کارشناسان تکنولوژی و سیاستگزاران است. ریک پری وزیر انرژی آمریکا به گریتا ونساسترن گفت درباره آینده انرژی بسیار خوشبین است. ما میتونیم از طریق راه‌های مختلف مثل انرژی بادی، آبی و انرژی خورشیدی، انرژی‌های طبیعی باقی موندهمون رو ذخیره کنیم و همه اینا منابع ذخیره بالقوه است که نشون میده ما کارمون رو درست انجام میدیم. وزیر پیشین انرژی هم با نظر اریک پری موافق است، اما ارنست مونیز معتقد است LNG یا همان گاز طبیعی مایع نقش مهمی را در آینده انرژی آمریکا ایفا می‌کند. درسته که باتری در حال پیشرفته و ذخیره اونم در طول زمان بهبود پیدا میکنه، اما از نظر اقتصادی من معتقدم که برای ذخایر دراز مدت ما به چیزی مثل گاز طبیعی در کنار انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داریم. در طول سالهای گذشته تا به امروز نقش آمریکا در این عرصه رشد کرده و همچون دیگر صادر کنندگان بزرگ گاز طبیعی مثل استرالیا و قطر داره گاز طبیعی صادر میکنه. بنابراین بازار گاز طبیعی در حال توسعه است. So the LNG global market is developing. همچنین درست است که بگوییم سیاست‌های انرژی آمریکا پیامدهایی در سطح ملی و جهانی به همراه دارد. اگر شما بیننده این برنامه در قاره آفریقا هستید، چرا به سیاست آمریکا در عرصه انرژی اهمیت میدین؟ چون درباره دسترسی داشتن به گزینه هاست. هرچه عرضه ما بیشتر بشه، متحدان و دوستانمون در سراسر دنیا انتخاب بیشتر دارن و دسترسیشون به ذخایر بیشتر خواهد شد. وقتی شما بیش از 1,400,000,000 نفر دارین که به انرژی ارزان و قابل اطمینان دسترسی ندارن، یعنی که ما میتونیم در همه عرصه‌های پیش رو از گاز طبیعی تا انرژی‌های تجدیدپذیر یا اتمی نوآوری بیشتری داشته باشیم. این کار استاندارد زندگی ساکنان کره زمین رو افزایش میده و باعث کاهش فقر میشه. بسیاری از کارشناسان امور انرژی معتقدند با توجه به رشد جمعیتی دنیا، حرکت به سوی جلو چه برای آمریکا و چه دیگر کشورهای دنیا نیازمند ایده‌های جهانی نو در عرصه انرژی و یافتن راه حل‌های حفظ ذخایر موجود انرژی است.